السلام علیکم دوستان عزیز هواداران فوتبال، گزارشمان را از ورزشگاه مرکزی به نام فرونزه دوشنبه شهر منظورتان میگردانیم. امروز در ورزشگاه ایدی کلانی ورزش، ایدی فوتبال است. حالا در میدان سبز اشتراکچیان باخوری رفیقانه بخشیده به جشن 50 سالگی غلبه بر فاشیسم دسته های منتخب ملی و المپی جمهوری تاجیکستان صف کشیدند. اشتراکداران باخوری را حالا پرزیدنت کمیته المپی جمهوری تاجیکستان گوریخان جابیروف تبریک می نماید. کمیته المپی تاجیکستان همه شما را با مراسم گشایش فوتبال تبریک و مبارک باد می کنم. خواهان آن هستند که در المپیاده 96 نام فوتبال تاجیک را برام بردارید. رحمت. نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان میرزا ماماجونوویچ ماماجونوف سخن تبریکی را با معاون رئیس شهر دوشنبه ظاهر طاهرویچ یوسفجانوف میدهد. ات ایمنی حکومت گورودا دوشنبه سردچنا پوزدراولایو واس всех с началом подготовки будущих Олимпийских игр Атланта 96. Сегодняшняя встреча между национальной сборной и олимпийской сборной команды проходит в то время, когда все мировое сообщество празднует 50-летие великой победы над фашистской Германией. Разрешите вас всех здесь присутствующих поздравить с этим замечательным праздником. Ну и вас, дорогие футболисты, желаю всех благ и побед. Спасибо. Дорогие любители футбола, как вы знаете, 20 мая на этом стадионе 16:00 наша сборная Олимпийской Республики Таджикистан стартует первым отборочным матчем Олимпийской турнира со сборной Казахстана. Прошу всех прийти сюда на стадион. Здесь будут много большие мероприятия. Как в былые времена будут разыгрываться лотерейные билеты, концерты и так далее, и так далее. Мы сейчас позываем нашим легионерам, чтобы всегда они помнили о нашей земле, всегда по первому нашему вызову, чтобы приезжали и защищали честь нашего таджикского народа. Спасибо, в добрый путь, друзья. Мохам ба азоёни хар ду даста барори кор орзу мекунем. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، از فرصت استفاده برده همه شما را به خصوص اشتراکداران جنگ بزرگ وطنی را با جشن 50 سالگی غلبه بر فاشیسم گرمانیا تبریک گفته، به همه شما تن صحت و دل بیغم و تمام خوشی‌های روزگار را تمنا داریم. اینک حالا بازی میان دسته های ملی و المپی جمهوری تاجیکستان آغاز می‌یابد.
این بازی قبل از واخوری انتخابی مسابقات المپی برای دسته منتخب المپی جمهوری سنجش جدی حساب می‌یابد. بازی سر شد. از چپ دروازه دسته منتخب ملی، از راست دروازه دسته منتخب المپی. والیبال سبز و سفید، بازیگران جوان، توپ‌بازان دسته المپی، والیبال کبود و رخی سفید دار، توپ‌بازان دسته منتخب ملی. بیت با حیات های دسته ها شناس شویم. دسته منتخب ملی دروازه‌بان اندری ماننیکوف از دسته روتوری ولگاگراد دعوت شده است. رقم دو حکیم فوزایلوف از کمانده لکوموتیو مسکو. رقم سه طاهر مومینوف بازنگری پامیر دوشنبه. رقم چهار رستم قربانوف از دسته ستاره دوشنبه. رقم پنج ویتالی لیفچنکا از کمانده CSKA بوریسفین شهر کیف. رقم شش انور اسدالویف از دسته نوبهاری نمنگان. رقم هفت یوری باتورینکا از کمانده لکوموتیو مسکو. رقم هشت الیک شیرین بیکف از دسته تارپیدای مسکو. رقم نو برادر خوردی حکیم فوزایلوف حکمت فوزایلوف از کمانده ستاره دوشنبه. رقم ده علیار اشور ممدف از دسته انجی مخچقلعه از جمهوری داغستان. رقم یازده مامور بیک نظرف از دسته پختکاری ناحیه جبار رسولوف. این است هیئت دسته منتخب ملی جمهوری تاجیکستان. همه آنها نامزد و عضو این دسته حساب می‌یابند. در این دسته همچنین بازنگران احتیاطی در واخوری روزه این هایند. رقم دوازده دروازه‌بان دمیتری سلیمانوف از دسته افتازابشستی باکسان از جمهوری قبردین و بلخار. رقم سیزده دولت سعیدوف از دسته خلبوکی باسی. رقم چهارده خلمراد زردوف. رقم پونزده اوراز نظارف. خلمراد زردوف از دسته پامیر، اوراز نظارف از دسته نوبهاری نمنگان. و باز دروازه‌بان احتیاطی رقم شانزده الکساندر بورتیف از دسته پختکاری ناحیه جبار رسولوف. حالا بازنگران دسته ملی با توپ حکیم فوزایلوف بازنگری به شما معلوم، مشهور، بازنگری 31 ساله، استادی ورزش، توپ را به انور اسدالویف هوا داد. با توپ الیک شیرین بیکف فوتبال بازی مشهور دستفراری فوتبالی تاجیک. شیرین بیکف توپ را به طرف چپ هوا میدهد. هجوم دسته ملی دوام دارد. سرترینری دسته منتخب ملی، ترینری شایسته جمهوری تاجیکستان، استاد ورزش عبدالله مرادوف. سرمشاور ترینری شایسته اتحاد شوروی و جمهوری تاجیکستان، کارمند شایسته مدنیت جمهوری تاجیکستان شریف نظرف، او همچنین سرترینری دسته پامیر دوشنبه است. سرداری دسته ترینری شایسته جمهوری تاجیکستان استاد ورزش والری تورسونوف. ترینری شایسته جمهوری تاجیکستان سرترینری دسته پختکاری ناحیه جبار رسولوف ولادیمیر یژوروف. سرترینری وخش قورغان تپه اوراز توراقولوف و طالب نجمیدینوف
тренери дастаи Регар, заводи Арзизи Тоҷики, шаҳри Турсунзода, тренери Маъмур Раҳмон Муртазоев. вазифаи духтури ҳарду дастаро Шералӣ Давлатов, духтури дастаи Ситора ва маҳзгарро Абдукарим Шехов аз дастаи Ситора ба ҷо меоранд. ҳоло ҳуҷуми бозингарони дастаи منتخبی اولمپی آنها امکانات پیدا کردند که از برج راست به سوی دروازه دسته منتخبی ملی ضربه برج زنند. حالا اکثریت بازیگران به نیمه میدان فوتبال بازان صاحب تجربه میگذرند و جوانان بازیگرانی که سینشان تا 23 سال است در ایت دسته اولمپی بازی میکنند وضعیت خوفناک را بازیگرانی با تجربه برطرف کردند. باز هجوم جوانان از طرف چپ با توپ بازیگران دسته ملی المپی، آنها با دستشان توپ را به بازی می‌دارند. حالا دوستان ارجمند با هیئت دسته المپی جمهوری شناس شوید. دروازه‌بان نسیم براتوف از دسته استرافشانی اوروتپا، رقم 2 علیشر توختایف از دسته ستارا، رقم 3 ویچسلاف کنیازف از دسته پامیر، رقم 19 رجب علی قربانوف از دسته پامیر، رقم 5 بختیار خالیقوف بازیگر دسته استرافشان، رقم 6 اسرائیل ایدیف از دسته پامیر، رقم 7 رستم خوجایف از دسته ستارا، رقم 8 منصور کامیلوف از دسته پامیر، رقم 9 رستم عثمانوف از دسته وحشی قرغانتپه، رقم 10 شهرت جبوروف از دسته پامیر، رقم 11 ترسون شریپوف از دسته پختکاری ناحیه جبار رسولوف. حالا بازیگران دسته ملی انیخترش یوری باتورنکا توپ را به بازی درآورد. بعد ضربه ویتالی لیپچنکا توپ از بالاشوی دروازه گذشته از خط میدان بیرون شد. بازیگران احتیاطی دسته المپی اینها اند: رقم 12 کامیل تورسونوف از دسته پامیر، رقم 13 طالب یعقوبوف از دسته لیگ اول بافنده دوشنبه، رقم 14 الکسی نیمچنکا از دسته استرافشان، رقم 15 مراد براتوف از دسته فیضعلی سعیدوف از ناحیه باختر، رقم 16 نازیم ریزوموف از همین دسته. و اینک حالا وضعیت خیلی هم خوب قریب بود. تورسون شریپوف بازیگر جوان از دسته پختکار ناحیه جبار رسولوف از مسافه نزدیک ضربه زد، ولی ضربه او به نشان نرسید. وضعیت اولینی توپ زنی و از این امکانیت جوانان استفاده کرده نتوانستند. دروازه‌بان های احتیاطی رقم 17 شادی فیضعلیف از دسته روشن کلوب و رقم 18 علیشر توچیف از دسته پختکار ناحیه جبار رسولوف، رقم 19 امامعلی ناصروف از دسته ستاره دوشنبه. سرترینری دسته منتخبی اولمپی سرگی بریسویچ لی، ترینری شایسته جمهوری تاجیکستان شهرت اعظموف، سرترینری دسته ریگر و اولمچون حسنوف ترینری دسته پامیر، دختوری دسته منتخبی اولمپی الکساندر دکر. این است دوستان ارجمند هیئت فوتبال بازان، بازیگران احتیاطی و رهبران هر دو دسته. سردوبر دوباری درجه بین المللی ولادیمیر دومولوجانوف از شهر دوشنبه، یاورانش دوباری درجه بین المللی عبدالرحیم بابایف از شهر ترسونزاده و دوباری درجه ملی قیام الدین سفاروف از شهر دوشنبه. دقیقه دهمی قسم اولی بازی، واخوری رفیقانه میان دسته های منتخبی ملی و المپی جمهوری تاجیکستان حساب کشاده نشده است. 0-0 با توپ بازیگران جوان، ولی توپ با بازیگری رقم 10 علیار اشرف‌آمدوف برخورده از خط میدان بیرون شد. حالا فوتبال بازان جوان دسته منتخبی المپی توپ را با دستشان به بازی می‌دارند. با دعوت فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان، آن دست پرورانی فوتبال تاجیک، بازیگرانی مشهور که حالا در دسته های گوناگونی فدراسیون روسیه، اوکراین، ازبکستان و دیگر مملکت ها بازی میکنند، دعوت شدند. آنها نامزد
با عضو این دسته هستند و در صورتی با آنها شرط ما بستند و قبولی طرفین از جهت شرایط و همچنین با رهبران آن دسته هایی که آنها بازی میکنند فدراسیون های اون مملکت ها میتوانند من بعد در بازی های رسمی آنها عضو کامل حقوقی دسته منتخبی ملی جمهوری تاجیکستان گردند. با این دسته همچنین باز بسیار بازیگران دعوت شدند از جمله محسن محمدیف، ولی متاسفانه الگ رمانسیف سرترینر دسته اسپارتاک امکانات نداد که محسن محمدیف با دوشنبه آید، ولی ما کوشش میکنیم که باز بار دیگر با فدراسیون فوتبال روسیه با سرترینر دسته اسپارتاک همچنین در تماس باشیم و آن بازیگرانی که برای ما امروز ضرورند برای تاجیکستان خود خواهش دارند آنها را دعوت بکنیم تا اینکه در مسابقات بین المللی که امروز فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان عضو کامل حقوق فیفا تشکیلات عمومی جهانی گشته است و همچنین کنفدراسیون آسیا، ما امکانات داریم که در مسابقات بین المللی تو بازی های المپی و چمپیونات جهان شرکت ورزیم و اولین سنجش رسمی این سال بازی های انتخابی المپیست که بازی نخستین 20 مای در همین ورزشگاه میان دسته های المپی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان برپا می شود. حالا با تو بازیگران دسته ملی ویتالی لیفچنکا، بازیگر جوان و او علاقه صاحب تجربه است، در دسته های دینامای کیف، حالا باشد سیسکا کیف بازی می کند، دست پروری فوتبال تاجیکستان به حساب می رود و حالا همچنین برادرش در دسته پختکاری ناحیه جبار رسولوف بازی دارد، ولادیمیر لیفچنکا، برادری ویتالی لیفچنکا. امروز در حقیقت ورزشگاه نمودی ایدانه دارد، مخلصان سرشمار جمع آمدند و بار اول بعد سه سالی که دسته پامیر در لیگ عالی بازی میکرد در ورزشگاه، اینک حالا قریب بود بازینگری جوان رستم عثمانوف با موفقیت نویل شد، ولی تجربه بزرگ اندری منانیکوف با او امکانات داد که توپ باریدی دروازه گردد. به هر حال وضعیت خیلی هم خوب، هم رستم رقم 9 از دسته منتخبی المپی و هم اندری با تجربه دروازه‌بانی دسته منتخبی ملی امروز مهارت خوب نشان دادند. و امروز در ورزشگاه در منبرهای نشستگاه های غربی آن پر از هواداران فوتبال است، بیش از 4000 مخلص جمع آمدند، آنها باز آمده ایستادند و معلوم است که امروز روزی کاری است، ولی به این نگاه نکرده حالا امیدواریم که تو دوامیابی بازی و بخصوص در قسمی دویمی آن شماره هواداران فوتبال بازیاد می شود. این اولی کار است و امینیم که من بعد بخصوص 20 مای در این ورزشگاه همه نشستگاه ها پر از هواداران فوتبال می گردد. آن روز کمیته تشکیلی فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان و دیگر تشکیلات های دخلدار همچنین کمیته المپی حکومت شهر دوشنبه قرار دادند که تمام امکانات ها را هم برای فوتبال بازان، هم برای ورزشگران، هم برای مخلصان فراهم سازند و ورزشگاه پر از هواداران فوتبال باشد. اینچنین بازی پولی و مالی لاتاریا برگزار میگردد، 4 ماشین سبوکرب، یخدان، تلویزر، مگنیتافون و بسیار دیگر مکافات ها گذاشته شدند. ضربه خیلی خوبی بازیگران دسته ملی جمهوری توپ با بالاچوبی دروازه برخورد. و بسیار حالا خرسندی بخش است که حتی در نشستگاه های حکومتی نیز، در منبر حکومتی نیز اعضایان حکومت شماره آنها طرف زیاد می شود و با دستگیری حکومت جمهوری ما امینیم که بار دیگر فوتبال را به درجه عالی می برداریم و آن انعنه نیک دوام می یابد و صرف نظر از وظیفه، مرتبه، ملت، نژاد، مذهب، عقاید سیاسی، این ورزشگاه همه ما و شما را متحد می سازد
و برای رشد و کمال ورزش و آبروی تاجیکستان در مقیاس بین المللی همه ما خدمت میکنیم. تنها شما رو دوستان عزیز من بعد باز ما با همین ورزشگاه دعوت می‌نماییم. یوری باتورینکا، باتورینکایی که ما خیلی پزمان شدیم و ضربه های سختی او را هواداران فوتبال خوب در خاطر دارند، با امروز آمده است که بار دیگر ما و شما را شاد نماید. توپ را حکیم فوزایلف برگرداند، باتورینکا با تو بازنگری دسته منتخبی ملی مامور بکنظرف، بازنگری با تجربه 30 ساله. حالا توپ را جوانان گرفتند، با تو باز بازنگران دسته ملی الیک شیرین بکف، هجومی حکمت فوزایلف، توپ را بازنگران دسته ملی باز صاحب شدند، انور اسدالایف استاد ورزش، با توپ جوانان صاحب می شوند و حالا آنها زود هجومی خیش را از نیمه میدان آغاز کرده به نیمه میدان دسته منتخبی ملی گذشتند. چون که میبینیم دقیقه های اولی بازی با هجوم های طرفین میگذرد و با آن نگاه نکرده که در حیط دسته منتخبی ملی بازنگران با تجربه هنرنمایی میکنند، جوانان پس نمی آیند و آنها نیز چند وضعیت خوفناک را در رزی دروازه دسته منتخبی ملی با وجود آوردند. ضربه خیلی خوبی حکمت فوزایلف و بار دیگر توپ به بالاچوب دروازه برخورد. این دفعه نسیم براتوف دروازه‌بان دسته منتخبی المپی از دسته استرفشن مهارت خوب ظاهر کرد. حالا از برج چپ میدان یوری باتورینکا به سوی دروازه دسته منتخبی المپی ضربه برجی میزند. در بازی های انتخابی پیشکی المپیاد سال 1996 که در اتلانتا برپا میگردد، فوتبالبازان ما در گروه پنجم همراه دسته های منتخبی المپی قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان هنرنمایی میکنند. وضعیت خوفناک و بار دیگر حالا دروازه‌بان مهارت خوب ظاهر کرد ولی الیک شیرین بکف از امکانات استفاده کرده نتوانست. به دوری دویم مسابقات که ماهای نویبر دکبر سال روان برپا می شود، تنها کمانده غالب گروه راحت می گیرد. دسته المپی تاجیکستان بازی اولین را خاطر رسانی می کنم که 20 می با دسته منتخبی المپی جمهوری قزاقستان در همین ورزشگاه می گذراند. بازنگران دسته منتخبی ملی به هجوم می گذرند. مامور بکنظرف، یوری باتورینکا، توپ را نسیم براتوف دسته گرفت. دسته منتخبی المپی تاجیکستان ماهی مارس از یک امتحان با موفقیت گذشت. فوتبالبازان تاجیک در ترکیه 6 بازی بین خلقی رفیخانه کرده در 4 تاش پیروز گشتند. حریفان آنها ورزشکاران ترکیه، روسیه، فنلاندیا و شوئدیا بودند. ویشیسلاف کنیازیف بازنگری جوان از دسته پامیر توپ را به بختیار خالیقوف پرتافت. هجوم کمانده منتخبی المپی را اسرائیل ایدیفی جوان دوام میدهد. وضعیت خوفناک و ببینید بار دیگر در رسی دروازه دسته منتخبی ملی وضعیت خوب را جوانان با وجود آوردند ولی در لحظه آخر آنها از این امکانات استفاده کرده نتوانستند. رجب‌علی قربانوف، بختیار خالقوف در حالت غیر بازی اسرائیل ایدیف از دسته پامیر بود. من درباره سن و سال بازنگران دسته منتخبی المپی با شما عرض کردم که آنها تا 23 سالند. از 23 سال زیاد به دسته منتخبی المپی همان وقت قبول می شود، تنها 3 نفر اگر ما به دوره دوم راحت بگیریم. سن و سال دسته منتخبی ملی باشد محدود نیست و در این دسته بازنگرانی از 23 سال سر کرده تا 32 ساله هنرنمایی میکنند. به مثل الیک شیرین بکف بازنگری از همه از جهت سن و سال حالا کلانتر در این دسته 32 ساله. نسیم براتوف دروازه‌بان دسته منتخبی المپی توپ را به علیشر توختایف هوا داد. علیشر توختایف در دسته ستاره یکی از بازنگران بهترین حساب می‌یابد و او در مسابقات بین المللی در حیط دسته ستاره و همچنین کمانده منتخبی المپی خوب بازی کرده است. مامور بکنظرف با توپ انور اسدالایف،
هجوم دسته منتخب ملی دوام دارد. الیک شیرین بیکف توپ را رستم قربانوف گرفت. رستم قربانوف نیم حمایتگری دسته ستاره. ببینید یک بار در خط حمایه دسته منتخب المپی هفت نفر بازیگران جمع شدند و با وجود آن که بازیگرانی با تجربه با قوه کلان به هجوم میگذارند، ولی خط حمایه دسته المپی را رخنه کردن با آنها دشوارتر است. آنها به همدیگر اساسا توپ را از مسافه نزدیک هوا میدهند، ولی در این لحظه ها بیشتر آنهایی که تجربه دارند میتوانند از مسافه های دور ضربه های سخت بزنند. ما میدونیم که یوری باتورینکا، الیک شیرین بیکف، انور اسدالله و همچنین از کمانده ستاره رستم قربانوف از مسافه های گوناگون ضربه های سخت میزنند. اسرائیل ایدیف بازیگر جوان هجوم دسته المپی را دوام میدهد و حالا او خواست که به قفا برگردد، ولی قاعده بازی را حکمت فضایلف بیان کرد. ضربه جریموی اکنون اکثر بازیگران در جریمگاه دسته منتخب ملی جمع آیند و اینک اسرائیل ایدیف حالا توپ را به جریمگاه هوا میدهد. اندری منانیکوف بازیگر 30 ساله استاد ورزش درجه بین المللی 4 سال باز در دوشنبه نبود و او وقتی که در فرودگاه ما رو استقبال گرفتیم از تیاره فرومد، باری اول زمینی تاجیکستان خاک آن را بوسید، به چشمایش مالید و گفت که من که زاده تاجیکستانم پزمان شدم. عشق در چشمانی او حلقه بست و بارها با او هم صحبت شدیم و میگید که من بسیار میخواهم در حیط دسته ملی جمهوری تاجیکستان بازی کنم. امروز او نامزد است، این بازی رسمی نیست، بازی رفیقان است، ولی کوشش دارد که در بازی های رسمی برآمد کند. انور اسدالله، ضربه اسدالله، وضعیت خوب. بعد ضربه بازینگر مامور بکنظرف توپ و بازینگر دسته منتخب المپ برخورده از خط میدان بیرون شد. انور اسدالله ویتالی لیفچنکا وضعیتی خفناک. ضربه لیفچنکا به تورینکا و حالا با توپ الیار اشورمامدوف امکاناتی گلزنی توپزنی او را از پا افتاندند، ولی داور ولادیمیر دوملوجان اشاره کرد که همش از روی قاعده بود. اکنون وضعیتی خفناک آن را بازیگران دسته منتخب المپی به وجود آورده، هجوم کمانده خویش را دوام میدهند. ضربه رستم عثمانوف او هم از پا افتید. در این لحظه قاعده بازی از طرف بازیگران دسته منتخب المپی بیرون شد. در حالت غیر بازی حالا بازیگران دسته منتخب ملی بودند. بازی های انتخابی چمپیونات جهان سال آینده آغاز می‌یابند و از همین روز ما باید که غمی فردا را خورده تهکرسی با اعتماد گذاریم و این اولین مرتبه عبدالله مرادوف امکانات پیدا کرده است که این ورزشکاران را جمع نماید و حالا باز بازیگران احتیاطی هستند. همه آنها از سنجش میگذارند و آنها در آینده با عضویت دسته منتخب ملی باید که داخل گردند. ولی دسته منتخب المپی علکی از بسیار سنجش ها گذشت. 100 نفر نامزد بودند، از بین 100 نفر چنان که میبینیم 19 نفر حقوق پیدا کردن که عضو کامل حقوقی دسته منتخب المپی شوند. اساس دسته المپی را نمایندگان دسته های لیگ عالی پامیر، ستاره، از دوشنبه، استرابشن اوروتپا، پختکار ناحیه جبار رسولوف و سیدان حصار تشکیل میدهند. یوری باتورینکا با توپ حالا بازیگران دسته منتخب ملی شیرین بیکوف توپ را به علیار هوا داد، ولی به آن بازیگران دسته ملی المپی صاحب گشتند. قاعده بازی بیرون شد و حالا بازیگران دسته منتخب المپی توپ را از جریمگاه به بازی درآوردند. دقیقه 26 بخش اولی بازی رفیقانه میان دسته های ملی و المپی جمهوری تاجیکستان، حساب 0-0.
حالا هجومی بازیگرانی دسته منتخبی اولمپی حکمت فوزایلوف توپ را به قفا به دروازه‌بان اندری منانیک فوا داد. با توپ انور اسدالویف، اسدالویف توپ را به شیرینبکوف می‌پرتاید. الک توپ را زد ولی آن به پای علیشر برخورده از خط میدان بیرون شد. انور اسدالویف حالا همراه اوراز نظرف و شهرت محمدجانوف در دسته نوبهاری نمنگان بازی میکنند. در چمپیونات جمهوری ازبکستان در لیگ عالی رستم قربانوف با وجود آن که در هیئت ستاره نیم حمایتگر است، امروز وظیفه حمایتگر دسته منتخب ملی را به عهده دارد. توپ با دست رجب‌علی قربانوف برخورد. بنابراین حالا بازیگران دسته ملی ضربه جریمه زدند. انور اسدالویف، انور اول میتوانست ضربه زند ولی بار دوم از وضعیت کمی ناموفق ضربه زد. ضربهش چندان سخت نبود. کنیازیف، قربانوف، رجب‌علی، دو نفر قربانوف ها، رقم 19 رجب‌علی در حتی دسته منتخبی اولمپی و رقم 4 رستم قربانوف در حتی دسته منتخبی ملی بازی میکنند. ویتالی لیفچنکا ضربه او توپ از میدان بیرون شد. با دقت آنهایی که درباره نتیجه بازی های لیگ عالی میخواهند معلومات پیدا کنند، نتیجه بازی های دور نهم چنین است: هولبوک با 3، بخش قرغون تپه 0، 4، روشن کلوب فیضعلی سیدوف نهایی باختر 2-0، مهنت خوجند تیمور ملک خوجند 4-1، ریگر زوادی عزیز تورسونزاده پختکار قبادیان 2-0، شهرت شهری نو سکا کلخوزباد 4-0، پامیر دوشنبه ستاره دوشنبه 2-1، فرخور سیدان حصار 2-2. از برج راست میدان حالا بازیگران دسته منتخب ملی به سوی دروازه دسته منتخب المپی ضربه میزنند. ضربه برجی در لیگ عالی پامیر یگان خال را از دست نداده است. از 9 بازی 27 خال داشته، پیش صفی یگان است. استرفشنی اوراتپا ستاره دوشنبه با 18 خالی در زینه های دویم و سیم جای گرفتند. استرفشن 7 بازی ستاره، 2 بازی زیاد 9 بازی کرده است. دوری دهم، دهم و یازدهم می در لیگ عالی برپا می شود. اسرائیل ایدیف بازینگری جوان از کمانده پامیر در حتی دسته منتخب المپی هنرنمو می کند. الک شیرین بیکف بازینگری با تجربه توپ رو با یوری باتورینکا هوا داد. وضعیت خوفناک، ضربه باتورینکا و اینک حالا توپ از پالوچی به دروازه گذشته از خط میدان بیرون شد. دو نفر بازینگرانی با تجربه حالا خیلی هم کمبیناسیه خوب نشان دادن و این کفکوبی های هواداران فوتبال با عنوان الک شیرینبکوف و یوری باتورینکا. اسرائیل اوویدوف توپ را به قفا می پرتاید. رجب‌علی قربانوف حمایتگر زود آن را با رقم 7 رستم خوجایف هوا داد. توپ باز در نیمه میدان بازیگران دسته منتخبی المپی. آنها از نیمه میدان خیش حالا هجوم را آغاز خواهند کرد. در حالت نابازی اسرائیل ایدیف بود. اکنون با توجه هواداران لیگ یکم، در لیگ یکم نیز 16 دسته بازی میکنند. دسته استریتل نوری قرغون‌تپه با 9 خال از 3 بازی پیش صفی یگانه است. دسته های نوروزی کلین آباد و تاجران دوشنبه با 7 خال از 3 بازی جای های دویم و سیم را اشغال می نمایند. تا انجام قسم اولی بازی 13 دقیقه مانده است. حساب هنوز کشاده نشده است. 0-0 با توپ انور اسدالویف. هجوم دسته منتخبی ملی دوام دارد. ضربه الک شیرینبکوف، ضربه خوب، توپ از پالوچی به دروازه گذشته از میدان بیرون شد. چنین ضربه ها را دیر باز هواداران فوتبال انتظارند. پزمان ضربه های الک شیرینبکوف هستند و حالا با کفکوبی ضربه او را استقبال کردند و امینیم که ما امروز باز
چندین مراتبه ضربه های سخت نشان رسی الیک شیرینبیکوف، یوری باتورینکا و بازیگران با تجربه رو خواهیم دید. حکیم فوزایلوف، استاد ورزش، بازیگر 31 ساله، از دسته لوکوموتیو مسکو دعوت شده است. حکیم فوزایلوف همراه یوری باتورینکا در این دسته برآمد میکنند. تحت سروری سابق سرترینری پامیر دوشنبه، ترینری شایسته جمهوری تاجیکستان یوری پاولویچ سیامین. باتورینکا با توپ هجوم دسته منتخب ملی دوام دارد. این بازی برای دسته منتخب المپی سنجش جدی است و امتحان است پیش از آغاز بازی رسمی. مقصد دسته منتخب ملی باشد بازی خوب ظاهر کردن، خاطر هواداران را شاد گرداندن و باور کنندن تشکیلات هایی که آنها را دعوت کردند که آنها می توانند در آینده عضو کامل حقوقی دسته منتخب ملی شده شرف ورزش تاجیکستان را در مسابقات بین المللی به خصوص بازی های انتخابی چمپیونیت جهان با موفقیت حفظ کنند. ویتالی لیفچنکا بازیگر خیلی خوب، بازیگر جوان و باز یک وضعیت خوفناک توپزنی را بازیگران دسته منتخب ملی از دست دادند. ویتالی لیفچنکا همگی 23 ساله است. او در رده CSKA بوریسفین کیف بازی میکند. پیش عضو کماند دینامو کیف بود و به ما گفت که خدمت حربی را به جا می آورد، به نزدیکی ادای خدمت کرده باز به دسته های دیگر می گذارد و او را حالا به دسته وینیتسا دعوت کردند. بخیان در جمهوری اوکراین باز یک دستپروری فوتبال تاجیک اواکف بازی میکند و او نشانزنی یکی از نشانزنهای بهترین چمپیونات لیگ عالی این مملکت میباشد. هجوم بازیگران دسته منتخب المپی با توپ حالا رستم قربانوف حمایتگر دسته منتخب ملی توپ را به الیک شیرینبیکوف پرتافت. شیرینبیکوف آن را زود با حکمت فوزایلوف، ولی حکمت امکانات داشت هجوم را دوام دهد، از ضربه از امکانات خوبتر ضربه زند و یا توپ را به یگان حریفی که در امکانات خوبتر بود هوا دهد. این را به جا نآورد و ضربه او هم چندان خوب نبود. بعد 8 دقیقه قسم اول بازی به پایان میرسد. حساب 0-0. لحظه های خوب بسیار بودند. هر دو دسته امکانات داشتند که حساب را کشایند، ولی هنوز این کار به فوتبال بازان دست داده است. امیدواریم که در بخش دومی بازی ما همراه شما بینندگان گرامی شاهدی گل می شویم. فوتبال با گل زیباست، هرچند واخوری امروزه تیز و تند شفقانگیز می گذارد و امینیم که ما شاهدی گل هم می شویم. هوا در دوشنبه امروز نسبت به روزهای گذشته خیلی گرم است، ولی با وجود این فوتبال‌بازان با سرعت بلند بازی میکنند. یوری باتورینکا حالا هجوم دستش را دوام میدهد. با توپ فوتبال‌بازان دسته منتخبی ملی هجوم آنها وضعیت خفناک. شیرینبیکوف ضربه گل. ولی با وجود این فوتبال‌بازان با سرعت بلند بازی میکنند. یوری باتورینکا حالا هجوم دستش را دوام میدهد. با توپ
футбол бозони дастаи منتخبی ملی هجومی آنها وسط خفناک شیرینبک اب ضربه گل چنانکه با شما عرض کردم ما حتما باید شایدی گل شویم این رو هم مخلصان انتظار بودند هم فوتبال بازان این رو میخواهند و موافق فرمایش هواداران فوتبال الک شیرینبکوف حساب رو در واخری امروزه در دقیقه 37 کشد حساب 1-0 به فایده دسته منتخبی ملی جمهوری تاجیکستان اندری مانانیکوف مانانیکوف تو رو با رستم قربانوف هوا میدهد رستم قربانوف توب رو با حکمت فوزایلوف با توب برادری و حکیم فوزایلوف دو نفر برادران از یک اویله باز یک نفری آنها رحمت فوزایلوف در ایت دسته پامیر دوشنبه بازی میکند و این اویله رو اویله فوتبال بازان گویم خطا نمیکنیم و تشکر میگیم به آن پدر و مادری که چنین جوانان را تربیت کرده برای فوتبال بازان هدیه کردند برای هواداران هدیه کردند و آنها شرفی ورزش تاجیکستان را امروز حفظ می نمایند لیفچنکا با توپ دو بزن دسته ملی جمهوری رستم قربانوف در نیمه میدان دسته منتخب المپی رستم قربانوف توپ را با قفا هوا می دهد در آنجا ویتالی لیفچنکا باز با توپ قربانوف الک شیرینبکوف انور اسداللهیف در اینجا هم بازیگران جوان هم صاحب تجربه هم آنهایی که در مسابقات بین المللی بارها شرکت ورزیدند در این واخوری شرکت ورزیدن آنها از همدیگر تجربه آموختن خیلی مفید است و با همین مقصد هم فدراسیون فوتبال تاجیک با آنها امکان داده است که از همدیگر تجربه آموزند در حتی هر دو دسته هم بازیگران تجربه هم بازیگران جوان بازی میکنند و بگذار آن استفاده های خیلی خوب رو صاحب تجربه ها و جوانان سپرند و در آینده در حتی دسته ملی جمهوری تاجیکستان و دسته منتخب المپی جمهوری تاجیکستان چون الک شیرینبکوف، حکیم فوزایلوف، یوری باتورینکا، اندری مانانیکوف، محسن محمدیف، رشید رحیموف و باز بسیار دیگران انهمی خیلی فوتبال‌بازان پیدا شوند و ما امکانات پیدا کنیم که آن مکتب بزرگی که تاجیکستان آید به فوتبال داشت آن را دوام دهیم و برای هر دو دسته چنین بازیگران را تیار کنیم و آنها باید که من بعد به ما و شما خرسندی های زیاد بخشد حکیم فوزایلوف توپ را به انور اسداللهیف هوا میدهد اسداللهیف میخواهد از اسرائیل ایدیف بگذارد توپ را به شیرینبکوف هوا داد حکیم فوزایلوف به هجوم گذاشته است ما عادت کرده ایم که حکیم فوزایلوف در لحظه های حل کننده خود به پیش می رود و حتی گل های او را هم از خاطر فراموش نکرده ایم اینک حالا ضربه جریموی به سوی دروازه دسته منتخب المپی حالا مشورت می کنند در نزد توپ چند نفر بازیگران حکیم فوزایلوف یوری باتورینکا الک شیرینبکوف کمی دورتر طاهر مومینوف و همچنین علیار اشورمامدوف یکی از آنها باید که ضربه سخت بزند عادتا الک شیرینبکوف از چنین لحظه ها استفاده میبرد ضربه شیرینبکوف ضربه سخت ولی جوانان هم حالا مهارت خوب نشان دادند و ضربه او خوب بود تو با بازیگری دسته منتخبی المپی برخورد این توپ از طرف سردوبر به حساب گرفته نمی شود بعد هشتک سردوبر ولادیمیر داملوجانوف بود بنابراین حساب همانو 1-0 به فایده دسته منتخب ملی جمهوری تاجیکستان تو انجام بخش اول دقیقه های به شمار انیخترش
سه دقیقه مانده است. با توپ حمایتگری دسته منتخبی اولمپی علیشیر توختایف، اندری منانیکف، رستم قربانوف توپ را با حکیم فوزایلف هوا داد. ویتالی چریفچنکا، شکری خدا، شکری پروردگار که باز وضعیت امکانات پیدا شده است که در ورزشگاه هواداران زیاد جمع آیند، فوتبال کلان برپا شود و باز ما امکانات پیدا کنیم که نام بازیگران نامی را بگیریم، آنها در میدان سبز ورزشگاه هنری خیش را نمایش بدهند. انور اسدالایف کمی سراسیمه شد، می توانست هجوم دستش را باز دوام دهد ولی او توپ را زده از خط میدان بیرون کرد. نسیم براتوف امکانات بدهد که رجب علی قربانوف توپ را با نیمه میدان دسته منتخبی ملی بزند. حکیم فوزایلف توپ را برگرداند، با توپ حکمت فوزایلف، الکشرین بیکف. از نزد پای بازیگران دسته منتخبی ملی، بازیگران جوان توپ را گرفتند. علیشر توختایف توپ را به نیمه میدان دسته منتخبی ملی زد. شیرین بیکف به قفا آمده است، با حمایتگران کمک میرساند. بعدی ضربه حکمت فوزایلف توپ از خط میدان بیرون شد. بختیار خالقف، علیشیر توختایف، با توپ حکیم فوزایلف، انور اسدالایف، یوری باتورینکا. توپ را طاهر مومینوف گرفت. از چپ با توپ ویتالی لیفشنکا در واخوری امروزه در حقیقت خیلی سر حرکت است و ضربه خوب میزند. عادتا هجوم های دسته منتخبی ملی اگر از طرف چپ آغاز یابد، در آن البته حصه ویتالی کلان است. در بخش دوم بازی ما باز امکانات پیدا میکنیم که بازیگران احتیاطی که در روی خط پروتکل امروزه ثبت شدند با میدان برایند، بازی آنها را تماشا کنیم و امروز راهبران هر دو دسته امکانات دارند چند نفر دیگر را بسنجند. این بازی رفیقانه است و آنها می توانند چند نفری که بخواهند در میدان آنها را عوض نمایند. با توپ مامور بک نظارف، بازیگری دسته پختکاری ناحیه جبار رسولوف. قایده بازی از طرف بازیگران دسته منتخبی اولمپی ویران شد و حالا یوری باتورینکا به سوی دروازه دسته منتخبی اولمپی ضربه می زند. اکنون بغیر از دروازه‌بان اندری منانیکوف دیگر همه در نیمه میدان دسته منتخبی اولمپی. حساب 1-0 به فایده بازیگران دسته منتخبی ملی. توپ را دروازه‌بان نسیم براتوف داشته گرفت. کمی نلات خورده است ولی امینیم که او بازی را دوام میدهد. حالا دختری دسته منتخبی اولمپی الکساندر دکر با دروازه‌بان نسیم براتوف یاری تعجیلی طبی میرساند. البته این لحظه ها از جانب سرداور ولادیمیر دوملوجانوف با اینابت گرفته می شود و او باز وقتی ایلاوگی می دهد. تو انجام بازی همگی از روی سونه چنکونه که ما 1.5 دقیقه مانده است. توب رو خطرستان میکنم که در دقیقه 37 استاد ورزش الک شیرین بیکوف زد. حساب 1-0 با فایده دسته منتخبی ملی. توب در نیمه میدان دسته منتخبی ملی اسرائیل ایدیف زود آن را با بازیگران خود هوا داد ولی منصور کاملوف سراسیمه شد. باز از خط میدان اسرائیل ایدیف توپ را با علیشیر توختایف هوا میدهد. منصور کاملوف توپ را شهرت جباروف گرفت. با توپ بازیگران دسته منتخبی ملی، آنها همدیگر را نفهمیدند. توپ از خط میدان بیرون شد. علیشیر توختایف
جابروف توپ رو باز به توخته افتاد با توپ حالا رجب علی قربانوف حمایتگر علیشیر توختایف از طرف چپ میدان باشد از قنات چپ هجوم های دسته منتخب المپی با واسطه علیشیر توختایف آغاز می‌یابد ولی انجام نیکی آن حالا به چشم نمی‌رسد از جانبی حمله‌گران حکمت فوزایلف انور اسداللهیف الیک شیرینبیکوف یوری باتورنکا رستم قربانوف طاهر مومینوف باز با توپ طاهر مومینوف از کمانده پامیر دوشنبه 25 ساله است و حالا نامزد به عضو دسته منتخبی ملی می باشد باتورنکا ویتالی لیفچنکا حکیم فوزایلف در قسم اول البته برتری دسته منتخبی ملی تا اندازه حس می شود بازی اکثر وقت در نیمه میدان دسته منتخبی المپی می گذرد ولی دسته منتخبی المپی چند امکانات خوبی توپ زنی داشت حالا از نیمه میدان دسته منتخبی ملی بازیگران دسته منتخبی المپی ضربه جریمه می زنند این کار را ویشیسلاف کنیازوی جوان به جا می آورد و حالا ویشیسلاف کنیازوی که همگی 21 سال دارد توپ را به جریمه گاه هوا داد در حالت غیر بازی اسرائیل ایدیف بود حکیم فوزایلف انور اسداللهیف ببینید ویتالی لیفچنکا گاه در قنات چپ و گاه در قنات راست میدان بازی می کند اینک قسم اولی بازی با حساب 1-0 با فایده دسته منتخبی ملی انجام یافت. Братан. Не, а этот самый, вот Манамико стоит. Это тот же, Насим Воротов, да? Братарем? Хоть давайте посмотрим. بازی دسته های منتخبی ملی و منتخبی المپی جمهوری تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی به نام فرونزه دوشنبه شهر دوام دارد حساب 1-0 به فایده دسته منتخبی ملی با توجه آنهایی که گزارش ما را از بخش دوم تماشا میکنند قسم اولی بازی با هجوم های طرفین گذشت دسته منتخب ملی کمی برتری داشت و بیشتر در نیمه میدان دسته منتخب المپی بازی صورت میگرفت و تنها از یک امکانیت الیک شیرینبیکوف استفاده برده از مسافه دور با ضربه سخت حساب رو کشاد باز یک امکانات خوبی توپ زنی ولی این دفعه از آن بازینگری دسته منتخبی ملی علیار اشکر ممدف استفاده کرده نتوانیست به این طریق در دقیقه 37 الیک شیرینبیکوف بازینگری ترپیده مسکو حساب رو کشاد
1-0 به فایده دسته منتخب ملی. در اتی هر دو دسته میبینیم که حالا یک نفر بازنگر عوض نشده است. با همان حیات هایی که باخور را در قسم اول گذرانده بودند فوتبالبازان دوام میدهند، ولی امینیم که بعد چند دقیقه در اتی هر دو دسته بازنگران نو به میدان میبرایند. از چپ دروازه دسته منتخب المپی، از راست دسته دروازه منتخب ملی. با توپ حالا ویتالی لیفشنکا، رستم قربانوف، توپ را رجب علی قربانوف گرفت. وضعیت خوفناک علیار اشورمحمدوف، از نزد پای او رستم خوجایف توپ را زده از خط میدان بیرون کرد. حکمت فوزایلوف از برج راست میدان به سوی دروازه دسته منتخب المپی ضربه میزند. بغیر از دروازه‌بان اندری مانانیکوف حالا همه به نیمه میدان دسته منتخب المپی گذاشتند. هجوم دسته منتخب ملی ضربه خیلی خوب و دروازه‌بان نسیم براتوف توپ را خواست داشته گیرد، ولی از دست او خطا خورد. بار دیگر از برج راست میدان حکمت فوزایلوف به سوی دروازه دسته منتخب المپی ضربه میزند. الک شریمبیکوف خوب جهید، بازنگری قد بلند است، ولی توپ از بالاچوب دروازه بعد ضربه الک با سرش از میدان بیرون رفت. بید دوستان عزیز، مختصر بار دیگر شما را با حیات های دسته ها آشنا سازم. دسته منتخب ملی دروازه‌بان اندری مانانیکوف با توپ، رقم 2 حکیم فوزایلوف، رقم 3 طاهر مومینوف، رقم 4 رستم قربانوف، رقم 5 ویتالی لیفچنکا، رقم 6 انور اسدولویف، رقم 7 یوری باتورنکا، رقم 8 الک شیرینبیکوف، رقم 9 حکمت فوزایلوف، رقم 10 علیار اشورمحمدوف، رقم 11 مامور بکنظرف، سر ترنر عبدالله مرادوف. دسته منتخب المپی دروازه‌بان نسیم براتوف، رقم 2 علیشر توختایف، رقم 3 ویچسلاو کنیازیف، رقم 19 رجب علی قربانوف، رقم 5 بختیار خالقوف، رقم 6 اسرائیل ایدیف، رقم 7 رستم خوجایف، رقم 8 منصور کاملوف، رقم 9 رستم عثمانوف، رقم 10 شهرت جباروف، رقم 11 ترسون شریفوف، سر ترنر سرگی بریسویچ لی. حالا هجوم بازیکنان دسته منتخب ملی ضربه سختی مامور بکنظرف و اینک بار دیگر بختی بازیکنان دسته منتخب المپی تافت، بخت سوی آنها خندید، وگرنه حساب حالا 2-0 می شد. سردوبر دوبر درجه بین المللی از شهر دوشنبه ولادیمیر دومولوجانوف با توپ الک شیرینبیکوف، ضربه او توپ را نسیم براتوف از جریمه‌گاه دور کرد. ویتالی لیفچنکا، یوری باتورنکا، ضربه باتورنکا و حالا نسیم براتوف در زبان منتخب المپی و استرابسن اوروتیف مورد خوب ظاهر ساخت. انور اسدولویف با توپ باتورنکا، حکیم فوزایلوف، علیشر توختایف قایده بازی رو بازنگری دسته منتخب ملی حکمت فوزایلوف بیرون کرد. هنگامی تنفس دوستان عزیز با ویتران های فوتبال تاجیک، اشتراک داران جنگ بزرگ وطنی در وضعیت با تنتنه، رهبران فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان در حضور هزارها هواداران فوتبال، گلدسته های تر و تازه و مکافات های میخائیل کوبادیویچ نیکولوف در رشد و ترقیات و همچنین پیشرفت ورزش و خصوص فوتبال تاجیک نهایت بزرگ است. ما از فرصت استفاده برده همه اشتراک داران جنگ بزرگ وطنی، آنهایی را که با
با هر یکی ما عمری دوباره بخشیدند و امروز توسط آنها ما باز در ورزشگاه جمع می‌آییم، فوتبال بازی می‌کنیم، خرسندی می‌نماییم با ایدی جشن 50 سالگی غلبه بزرگ بر فاشیسم گرمانیا تبریک می‌گوییم و با آنها تنسیاتی دل بی‌غم خاطری جمع تمامی خوشی‌های روزگار را تمنا داریم. در نزد هر یکی آنها بار دیگر ما سری تعظیم فرود می‌آوریم. بازی دوام دارد. قسم دویمی آن از آغاز بخش دویم 7 دقیقه گذشت. حساب چون پیشتره تغییر نیافته است، 1-0 به فایده دسته منتخب ملی. حالا با تو بازیگران دسته منتخب ملی علیار اشورمحمد وضعیت خیلی هم خوفناک، ضربه باتورینکا و چنون که دیدید اول میتوانست علیار اشورمحمد از امکانات خوب استفاده برد، ولی از چه سبب او ضربه نزد. علیار اشورمحمد 27 ساله حالا در حیات دسته انجی مخشقلعه جمهوری داغستان بازی میکند. یا شاید فوتبالبازان نامی، فوتبالبازان با تجربه با یک توپ امروز قناعتمند شدند، ولی به هر حال امکانات خوب توپزنی را از دست دادند. فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان با سربری پرزیدنت فدراسیون خوجا کریموف با صندوق خیریه با صندوق خیریه که امروز در تلویزیون تاجیک در سبقت تلویزیونی بخشیده با اشتراکداران جنگ بزرگ وطنی تشکیل شده است 50 میلیون روبل ارسال نمود. ضربه طاهر مومینوف ویچسلاو کنیازیف وضعیت خوفناک را برطرف کرد. همچنین با تشبث خوجا کریموف امروز برای هواداران فوتبال بازی به پول تشکیل گرده است و امروز هزارها مخلصان در روز عید این بازی را با شوق تماشا دارند. لفشنکا توپ را برگرداند، با توپ منصور کامیلوف. کامیلوف هجوم دستش را دوام می‌دهد، ولی از نزد پای او انور اسدالله توپ را گرفت، زود با الک شیرینبکوف هوا داد. حالا شیرینبکوف توپ را با باتورینکا پرتافت. با توپ باتورینکا از شب مامور بکنزارف در نزد او ویچسلاو کنیازیف بازیگر جوان از نزد پای مامور توپ را گرفت و زود آن را به همکماندش هوا می‌دهد. رستم خوجایف از چپ هجوم دسته منتخب ملی را اسرائیل ایدیف دوام داد. ببخشید، هجوم دسته منتخب المپی را اسرائیل ایدیف دوام داد، ولی از وضعیت خیلی هم خوبی توپزنی بازیگران جوان استفاده کرده نتوانستند. امروز پرزیدنت فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان خوجا کریموف در ورزشگاه شرکت دارد و این بازی را تماشا میکند و بازیگران دعوت شده که امروز در حیات دسته منتخب ملی هنرنمایی میکنند محض با تشبث و سهم باسزای خوجا کریموف دعوت شدند. امیدواریم که آنها در آینده عضو کامل حقوقی دسته منتخب ملی میگردند. هجوم بازیگران دسته منتخب المپی شهرت جبروف، ضربه جبروف منانیکوف با جبروف امکانات داد که توپ را زند. آفرین اندری، آفرین. امروز در حقیقت اندری منانیکوف هزارها هواداران خود را شاد میگرداند. ما با پرزیدنت فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان خوجا کریموف نسبت مرگ فاجعه‌ای یاور حمایتگرش فخرالدین مصطفایف همدردی اظهار می‌کنیم.
همچنین با پدر و مادر، اهل بیت، خیش و تبار و نزدیکان مرحوم فخرالدین مصطفایف اظهار همدردی می نماییم و از آنها صبر جمیل خواهانیم. بازی فوتبال بازان دوام دارد. با توپ حالا رستم قربانف از نزدی دروازه دستش نسیم براتوف دروازه‌بان استرفشن توپ را به بازی می دارد. در حتی دسته منتخبی ملی بجای مامور بیک نظرف با میدان رقم 14 خالمراد زردف بازینگری 23 ساله از دسته پامیری دوشنبه می براید. یکی از نشانزنهای بهترین چمپیونات تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی بازینگری اولین در باخوری این روزه ایواز شد. بازینگران دسته منتخب ملی با هجوم می گذرند. طاهر مومینوف تحت رقم 3 بازی می کند ولی او در خط نیم حمایه هنرنمایی می کند. رجب‌علی قربانوف توپ را گرفت. حمایتگر دسته پامیر توپ را به شهرت جبارو هوا داد. منصور کامیلوف، اندری منانیک با توپ. در شهر تاشکند مسابقات بین المللی اوید به فوتبال میان دسته های جوان دولت های آسیای مرکزی سال تولدشان 1977 برپا شد. فوتبالبازان نورس تاجیکستان در این مسابقات مقام سیم را صاحب شدند. چنین مسابقات میان فوتبالبازان سال تولدشان 1980 در شهر خوجند صورت گرفت. در این مسابقات هم دسته تاجیکستان جای سیم را اشغال کرد. از آغاز بخش دومی بازی 17 دقیقه گذشته است. حساب چون پیشتره 1-0 به فایده دسته منتخب ملی. توپ یگانه را در دقیقه 37 الیک شیرینبیکوف زد. برای بازینگران بهترین بیعت دسته منتخب ملی جمهوری دعوت شده، تشکیلات های گوناگون مکافات های پولی تأسیس کردند و در این کار به خصوص سرایوسط صنعت پخت تازه‌کنی نزد حکومت جمهوری و همکاران خارجی آن همت بلندی ظاهر نمودند. همچون نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال جمهوری از نام رئیسات فدراسیون با آنها اظهار منتداری میکنند. چنانچه پرزیدنت شرکت مرکز یاری علمی تکنیکی اکسپرس محمد جان سعیدوف، پرزیدنت شرکت کارخانه خصوصی رحیموف وطن رحیموف، پرزیدنت شرکت یوونتاروس سید امیر امکیف، سردار اداره سودای یکلخت ولایت ختلان میرزایف شیرعلی، پرزیدنت شرکت چن یو وان بان یو، پرزیدنت شرکت المندا بهادر تگیرف، همچنین شرکت بناکاری صاحبکار با سروری رئیسیان موبینی رئیس شهر دوشنبه ظاهر طایروش یوسف جانوف مکافات های پولی تأسیس نمودند که آن بعد انجام بازی با فوتبالبازان دعوت شده که مهارت خوب امروز ظاهر کردند سپرده می شوند. حالا در حتی دسته منتخبی اولمپینیز برای با میدان برامدن بازینگری رقم 13 طالب یا قبوف از دسته بافنده دوشنبه آموده می شود. او رقم 7 رستم خوجایف رو ایواز کرد. در حتی دسته منتخبی اولمپینیز بازینگری اولین ایواز شد و حالا رقم 13 طالب یعقوب
طالب یعقوبوف ضربه زد با توپ باز بازیگران دسته منتخبی المپی آنها در نیمه میدان دسته منتخبی ملی رجب‌علی قربانوف قاعده بازی را بازیگران دسته منتخبی ملی بیان کردند. ضربه جریموی الک شریم بیکوف توپ را گرفت. هجوم او از طرف راست میدان با دستشان بازیگران دسته منتخبی ملی توپ را به بازی می‌دارند. دوستان عزیز، بار دیگر خود رسان میکنم که 20 مای در این ورزشگاه ایدی بزرگ فوتبال، ایدی کلان ورزش است. بار اول در تاریخ فوتبال ورزش جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان مسابقات رسمی بازی های انتخابی المپی آغاز می‌یابد. دسته منتخبی المپی جمهوری تاجیکستان دسته منتخبی المپی جمهوری قزاقستان را قبول می‌کند. بازی ساعت 14 آغاز می‌یابد. برای خوب گذشتن این بازی تمام شرایط ها مهیا می‌شوند و همچنین بازی لاتری پولی مالی تشکیل یافته است که خواهشمندان می‌توانند در آن اشتراک کنند. 4 ماشین سبوکلوی تمخه های گوناگون، همچنین یخدان، تلویزیون، مگنیتافون، مکافات های پولی تأسیس یافتند. دوستان ارجمند، شما را 20 مای به این ورزشگاه دعوت میکنیم و اشتراک هر یکی شما ایسه بزرگ است در رشد و رونق ورزش فوتبال تاجیک، از نو احیا کردن عنعنه بزرگی که ما در فوتبال تاجیک داشتیم. متاسفانه امروز دوستان عزیز، از سبب آن که گزارش ما فوتبال امروز با سبقت تلویزیونی راست آمد، از امکانات تکنیکی پورا استفاده برده نمیتوانیم. با وجود این، راهبران استودیو تلویزیونی تاجیک امکانات پیدا کردند که یک تکنیکی هرچند نام کامل است برای این گزارش جدا کرده شود و این بازی را ما ثبت آن را به هواداران فوتبال پیشکش می نماییم و حالا شما ثبت این بازی را تماشا دارید. از این رو از نام ریاست پرزیدیوم، از نام ریاست فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان، از نام هزارها هواداران فوتبال و راهبران تلویزیون تاجیک که هزارها هواداران را از این بازی از دیدن آن به نصیب نگرداندند تشکر بیان می نمایم. ویتالی لیپشنکا توب را با علیار اشور ممعدف می فرتید، ولی علیشیر تختایف از نزدی پایو توب را گرفته زود با طرف راست میدان هوا داد. کنیازیف توب را با تورینکا گرفت. با توب حالا رقمی 14 اسیتی دسته منتخبی ملی خالمراد زردف بود. توب را باز الک شیرینبکوف میگیرد. دو نفر را فریب داد، ولی سردوار و یاوران او گفتند که همش از روی قاعده فوتبال بود. منصور کامیلوف توب را به طرف راست میدان با رقم 11 هم ترسون شریف هوا میدید. از دسته پختکار ناحیه جبار رسولوف کنیازیف توب را بازیگران دسته منتخبی ملی گرفتند. با توب حالا یوری باتورینکا توب را به رقم 3 طاهر مومینوف پرتافت. علیار اشور ممدف وضعیت خفنک از دروازه بان گذشت، ولی دروازه بان نسیم براتوف غیر قاعده فوتبال علیار اشور ممدف را از پا افتاند. جریمه 11 متر به دروازه دسته منتخبی المپی تعیین می شود و حالا ما امکانه داریم که این لحظه را همراه شما تماشا کنیم. در دسته منتخبی ملی بازینگر عوض می شود برای به میدان برآمدن. حالا رقم 13 دولت سعیدوف بازینگر 25 ساله از دسته هولبوکی واسه
آماده می شود. ضربه حکیم فضایلوف گل. در دقیقه 75 حکیم فضایلوف جریمه 11 متر را به نشان رسانده حساب را تغییر داد. 2-0 به فایده دسته منتخب ملی. بجای علیور اشور محمدف رقم 10 به میدان رقم 13 دولت سعیدف برآمد. 2 در دسته منتخب ملی عوض شدند. خاطر رسان میکنم که حساب را در دقیقه 37 در قسم اول الک شیرینبکوف کشد و چنان که دیدید در دقیقه 75 جریمه 11 متره را بازینگری دسته منتخب ملی حکیم فضایلوف رقم 2 به نشان رساند. بیشتاف نیازیف از نزد پای ترسون شریپوف ویتالی لفچینکا توپ رو زده از خط میدان بیرون کرد. انور اسداللهیف با توپ توپ رو حالا طاهر مومینوف گرفت. با توپ خالمراد زردف ویتالی لفچینکا رستم قربانوف. بازینگران دسته ملی سر و سیمانی هستند. آنها توپ را اساسا حالا به هم دیگر هوا میدهند. حساب 2-0 به فایده آنها و شاید تا اندازه خاطر جمع شدند. نمیخواهند که به دروازه فوتبالبازان نسبتا جوان ضربه زده حساب را زیادتر کنند. رجب‌علی قربانوف، اندری مننیکوف و رستم عثمانوف. حالا برای دروازه رو عوض کردن از دسته منتخب المپی شادی فیض‌علیف دروازه‌بان دسته روشنی کلوب رقم 17 آماده می شود. رستم عثمانوف از دسته منتخب المپی باتو بود از نزد پای توپ را بازیگران دسته منتخب ملی گرفتند. به طوری که اسداللهیف البته تجربه بازیگران دسته منتخب ملی که آنها در حتی دسته های گوناگون نردمایی کردند خیلی به خیلی زیاد است و در دسته منتخب ملی اساسا فوتبالبازان با تجربه صرف نظر از سن و سال خویش بازی میکنند. دسته منتخب المپی از حساب بازیگران جوان سن و سال آنها تا 23 میباشد تشکیل یافته است. اگر به دور دومی مسابقات راحت گیرند آنگاه میتوانند 3 نفر را باز صرف نظر از سن و سال به دسته خود دعوت کنند. کنیازیف توپ را به ترسون شریپوف هوا داد. شریپوف هجوم کماندش را دوام میدهد ولی توپ از خط میدان بیرون شده بود. در حتی دسته منتخب المپی بجای دروازه‌بان نسیم براتوف دروازه را شادی فیض‌علیف حمایه می کند. دروازه‌بان دسته روشنی کلوب در حتی دسته منتخب المپی نیز دو نفر عوض شدند. وضعیت خوفناک در جریمه‌گاه دسته منتخب المپی.
به واسطه این ورزشگاه حالا نادرست اعلان کردند ناظم ریزاموف دروازه‌بان نیست بلکه شادی فیضالیف دروازه‌بان است. این کفکوبی ها به عنوان اندری مانانیکوف، آفرین، قندت از آن اندری، همه را قایل کردی. اندری مانانیکوف دم میگیرد، جای او را دروازه‌بان 24 ساله دمیتری سلیمانوف عوض کرد. جای اندری مانانیکوف را دمیتری سلیمانوف گرفت. او حالا در حیط دسته افتوزابشستی باکسان از جمهوری قبردین و بلقار روسیه و او باید دسته منتخبی ملی دعوت شده است. حساب چون پیشتره 2-0 با فایده دسته منتخبی ملی، هجوم بازیگران دسته منتخبی المپیک توپ را حالا دروازه‌بان دمیتری سلیمانوف گرفت. حکیم فوزایلف از بس که امکانات تکنیکی ما امروز محدود است، ما نمی توانیم که تمام ورزشگاه را به شما پیشکش کنیم و در لحظه های موفق هم بازیگران احتیاطی هم روبران دسته ها هم مخلصان را نشان بدهیم و بیشتر کوشش داریم که میدان فوتبال منظور شما گردد و ببینید که چطور فوتبالبازان در میدان هنری خیش را نمایش میدهند. رجب علی قربانوف حمایتگر دسته منتخبی المپی توپ را از نزد دروازه دستش به بازی درآورد. از بس که کامیراهای ما از طرف منبرهای غربی گذاشته شده است، آن منبرهایی که در آن شماره هواداران فوتبال خیلی و خیلی کم است، بخصوص در نشستگاه های طرف های شرقی، شمالی و جنوبی ورزشگاه. اینک ضربه بازنگری دسته منتخبی المپی و توپ از قفای دروازه به توری دروازه برخورد. نشستگاه های غربی باشند پر از هواداران فوتبال می باشند. در اولی گزارش من گفتم که شماره آنها از 4000 زیاد است، ولی حالا اگر بگوییم که شماره آنها تخمیناً 6000 است خطا نمی کنیم، شاید از این هم زیاد باشد، شاید از این هم زیاد باشد، ولی تخمیناً تا 8000 مخلصان به تماشای بازی رفیقانه آمدند. ولی در بازی المپی ما امید به آن می‌بندیم که هر یک نشستگاهی این ورزشگاه پر از هواداران فوتبال می‌شود. یوری باتورینکا توپ را به حکمت فوزایلف هوا داد. هجوم دسته منتخبی ملی توپ از خط میدان بیرون شد. سرمشاوری هر دو دسته یکی از متخصصان ورزیده شریف نظروف می باشد و او حالا شاگردان خود را امروز به کار آنها نظر می کند، به آنها مصلحت می دهد و همراه آنها به شریف نظروف، به عبدالله مرادوف، به سرگی بریسویشلی، به شهرت اعظموف، علمجان حسنوف و دیگران لازم است که برای در بازی های رسمی با موفقیت هنرنمایی کردن باز بسیار کوشش زیاد بخرجیدند. در حتی دسته منتخبی المپی باز یک بازینگر عوض شد. بجای رقم 19 رجب علی قربانوف و میدان رقم 14 الکسی نیمچنکا از دسته سرفشان برآمد. چگونه وضعیت خیلی هم خوبی توپ زنی بود و حالا از
برج راست میدان بازیگران دسته منتخب ملی ضربه میزنند. مهارت خوب را دروازه‌بان دسته منتخب المپی شادی فیضعلیف ظاهر کرد. سه نفر در دسته منتخب المپی عوض شدند. با توپ منصور کامیلوف. هجوم دروازه‌بان دسته منتخب المپی دوام میکند. رستم عثمانوف و از نزد پای او توپ را دمیتری سلیمانوف گرفت. در حقیقت در باخور امروزه بازیگران جوان چندین امکانات خوبی توپ زنی داشتند. باز یک بازیگر دیگر برای به میدان برآمدن حالا تیار می شود. در دسته منتخب المپی حسب بیان که 20 می امتحان خیلی کلان است برای ورزشگران دسته منتخب المپی، امروز باید سرگئی بوریسوویچ‌لی دیگر بازیگران را هم بسنجد تا اینکه حیات پوره را برای 20 می آماده سازد. بجای این رقم 2 علیشیر توختایف. در دسته منتخب المپی رقم 17 نازیم ریزاموف می براید. نازیم ریزاموف رقم 17 او علیشیر توختایف را عوض کرد. در روی خط بازیگران احتیاطی چند نفر بازیگر همچون دروازه‌بان ثبت شده است. رقم های دروازه‌بان های احتیاطی موافق روی خط 17 و 18 بود، ولی شادی فیضعلیف تحت رقم 1 به میدان برآمد و از این جهت شاید نطاق ورزشگاه به خطای راه داد. من که شادی فیضعلیف را خوب میشناسم، همراه او به دولت قطر، همراه دسته ریگر و دسته منتخبی جوانان تاجیکستان سفر کردم. از این رو میگم که دروازه‌بان دسته منتخبی المپی شادی فیضعلیف است. نازیم ریزاموف باشد از دسته لیگ اولی فیضعلی سعیدوف از ناحیه باختر دعوت شده است. بازیگری جوان امکانات دارد که در دسته منتخب المپی هنری خود را نشان دهد. حساب چون پیشتر 2-0 به فایده دسته منتخب ملی. حساب را در دقیقه 37 الک شیرینبکوف گشود و در دقیقه 75 با بازیگری دسته ببخشید حالا باز یک ضربه بازیگران دسته منتخب ملی ضربه طاهر مومینوف توپ از پهلوچوب دروازه گذشته از میدان بیرون شد. حکیم فوزایلوف جریمه 11 متره را به نشان رسانده حساب را تغییر داد. 2-0 به فایده دسته منتخب ملی. یوری باتورینکا از برج چپ میدان ضربه میزند. فیضعلی شادی فیضعلیف در دروازه‌بان دسته منتخب المپی بار دیگر مهارت خوب ظاهر ساخت. ما بسیار می‌خواهیم که چون اندری منانیکوف در دسته های ما دروازه‌بان ها پیدا شوند و خوشبختانه امروز ما شادی فیضعلیف دروازه‌بانی رو می‌بینیم که قد بلند دارد و تنها مهارت او باید که صیقل داده شود. این رو اندری منانیک با عهده گرفت و گفت که من باز امکانات دارم چند نفر شاگردان رو تیار نمایم. تو انجام بازی دقیقه های به شمار ماندن 5 دقیقه وقت مانده است. حساب 2-0 به فایده فوتبالبازان با تجربه دسته ملی.
بنده هم راستی گپ که 26 سال باز از این ورزشگاه گزارش می دهم احیای فوتبال تاجیک را بسیار هم می خواهم و خواهان آنم که فوتبال بازان ما که پیش امکانات نداشتند تا چمپیونات سابق اتحاد شوروی بازی کرده می توانستند و خلاص امروز ما امکانات داریم در چمپیونات جهان در چمپیونات گوناگون آسیا حالا وضعیت خطرناک ضربه سختی طالب ضربه سختی دولت سعیدف از دسته هلبوکی واسه حساب 3-0 به فایده دسته منتخب ملی دولت سعیدف هم از الک شیرینبیگف حکیم فوزایلف یوری باتورینکا پاس نامد و اثبات کرد که این جوانان می توانند کاری آنها را دوام دهند و دولت سعیدف با ضربه سخت حساب را 3-0 به فایده دسته منتخب ملی کرد و دوستان عزیز بسیار هم می خواهیم که فوتبال تاجیک باز احیا یابد و چون سالهای پیش این ورزشگاه پر از هواداران فوتبال گردد انا امروز تحت کرسی با اعتماد گذاشته شد و آینده ورزش ما فوتبال ما نیک است امینم که کمیته المپی جمهوری تاجیکستان تحت سروری بوریخان جابیروف کمیته ورزش جمهوری تاجیکستان تحت سروری سید مومین رحیموف فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان تحت سروری خوجا کریموف تمام سعی و کوشش خود را برای آن روانه میکنند که ورزش تمام نمودهای آن همچنین فوتبال که مخلصان زیاد دارد احیا یابد و فوتبال همه مردم تاجیکستان را متحد سازد بیاییم در ورزشگاه ها فوتبال را تماشا کنیم و از آن لذت برده به هنر این جوان مردان احسن خوانیم کفکو بسازیم چون بازی امروزه که در حقیقت و همه هواداران و شما نیز بینندگان گرامی باوری دارم که پسند آمد لذت بردیم و کیها باز چنین بازی را ندیده بودیم رستم قربانوف یوری باتورینکا یوری باتورینکا هجومی دستش را دوام می دهد رستم قربانوف یوری باتورینکا الک شیرینبیکوف بعد چند روز انیخترش 9 مای در حیط دسته ترفیه در مسکو در یکی از بازی های مسئول باید که با سپرتک مسکو بازی کند سرترینر این دسته محترم ایوانوف چند بار زنگ زدند و گفتند که باید الک شیرینبیکوف حتما 5 مای باز به مسکو برگردد ولی هم راهبران فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان هم شریف نظرف با محترم ایوانوف در تماس بودند وضعیت خفناک را اسرائیل ایدیف استفاده نکرد قایده بازی را ویتالی لیفچنکا ویران کرد او را از پازده افتون جریمه 11 متر و با ایوانوف در تماس شدند و از او خواهش کردند که الک شیرینبیکوف در همین بازی اشتراک نماید و اینک ما امروز از بازی الک شیرینبیکوف خیلی لذت بردیم ولی افسوس میخوریم که الک رمانتیف و محسین محمدیف امکانات نداد که به دوشنبه آید و هوادارانش را شاد گرداند ولی در آینده امیدواریم که او هم به دوشنبه میآید جریمه 11 متر ضربه گنیتیف در اوتابان برگردان بار دیگر او ضربه زد تو بینید چی گونه لحظه دقت انگیز و دو بار ویچیسلاف کنیازف ضربه زد دروازه‌بان دمیتری سلیمانوف دو مرتبه مهارتی عالی درجه ظاهر کرد و امکانات داد که توپ وارد دروازه گردد وضعیت خوبناک و باز یک وضعیت خوبی توپ زنی این دفعه از این وضعیت خالمراد زردف استفاده برده نتوانست شادی فیضالیف با او امکانات داد که توپ را به نشان رساند امروز دروازه‌بان ها در حقیقت خوب بازی دارند
و آنها از هنر خوبی اندری منانیکوف الهام گرفته از او پس نمی آیند و دروازه ها را خوب حمایت می سازند. دسته منتخب المپی چندین امکانات های خوب را از دست داد، وگرنه آنها می توانستند حالا به دروازه دسته منتخب ملی چند توپ زنند. ولی فوتبال فوتبال است، بعضن می شود که امکانات های بسیار پیدا می شوند، ولی در فوتبال تنها نتیجه آخرین گل به حساب گرفته می شود. حتی بعضن یک کمانده همیشه هجوم می کند، ناگهان کمانده دیگر با هجوم گذشته خیر چشم داشت یک توپ بزند و بازی به فایده اون کمانده انجام می یابد. ولی امروز دسته منتخب ملی برتری ظاهر دارد، برتری خوب دارد و با حساب 3-0 دسته منتخب المپی را حالا مغلوب ساخته ایستاده است. الک شیرین بیگوف، حکیم فوزایلف ببخشید، حالا هجوم دستهاش را خالمراد زردف دوام داد و بار دیگر خالمراد از امکانات خوب استفاده کرده نتوانست. حساب 3-0 به فایده دسته منتخب ملی و این کفکوبی ها با عنوان فوتبال بازانی هر دو دسته، به خصوص آنهایی که با دسته منتخب ملی جمهوری تاجیکستان دعوت شدند و امروز دوستان ارجمند خاطر ما و شما را شاد گرداندند. بعد انجام بازی با آنها مکافات ها سپرده می شود و امینیم که ما این فوتبال بازان را باز چندین مراتبه به خصوص در بازی های رسمی در این ورزشگاه خواهیم دید و سنجش اولین جدی رسمی 20 می میان دسته های المپی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان. اینک صدای هشتک سردابر ولادیمیر دومولاجانوف از انجام بازی رفیقانه میان دسته های ملی با المپی جمهوری تاجیکستان درک داد. بازی با حساب 3-0 به فایده فوتبالبازان دسته ملی جمهوری تاجیکستان انجام پذیرفت. ما با همه اشتراکداران این باخوری تشکر بیان میکنیم. تنسیاتی و خاطر جمعی تمام خوشی‌های روزگار را تمنا داریم و به دسته منتخب المپی در بازی اولین رسمی قرار کار می‌خواهیم. با همین گزارشمان از ورزشگاه مرکزی دوشنبه شهر به پایان می‌رسد. گزارش را اداره برنامه‌ها برای جوانان استودیوی تلویزیونی تاجیک تشکیل کرد.